صدامو دارم بچه ها. بسیار. به نام خدا، با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما دانش آموزان گرامی. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما عزیزان. من ملکی هستم، دبیر ریاضی پایه نهم. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. قبل از اینکه بخوایم درس رو شروع بکنیم، چند تا نکته هست به عنوان یادآوری خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم این نکات رو مد نظر داشته باشید. ببینید دوستان، هدف از تشکیل کلاس اینه که یه دانش آموز پایه نهم بتونه با محتوای درسی کتاب آشنا بشه، مثال‌ها و تمریناتش رو حل بکنه و خودش رو برای امتحان پایان سال که آزمون استانی هست، حالا به نوعی میشه گفت آزمون نهایی، خودش رو آماده بکنه. البته ما خودمون رو محدود به این مسائل نخواهیم کرد، سعی میکنیم فراتر از کتاب و مسائلی که جنبه اینو داره که بتونه فراتر از کتاب سر کلاس حل بکنیم برای دانش آموزانی که علاقه مندن، بچه هایی که میخوان آزمون مدارس برتر شرکت بکنن، مدارس تیسوشان یا نمونه دولتی یا مدارسی که حالا تحت عنوان مدارس برتر یاد میشه. پس هدف از تشکیل این کلاس اینه که دانش آموزمون بتونه تو این کلاس توانمند بشه. اما یک نمای کلی من از کتاب ریاضی نهم فهرست بار توضیح بدم خدمتتون، بعد وارد مباحث میشیم. ببینید دوستان، کتاب ریاضی پایه نهم 8 تا فصل داره. به طور معمول 4 فصلش رو برای ترم اول گفته میشه، 4 فصل بعدی برای ترم دوم. البته بعضی از همکارای ما قسمت‌هایی از فصل پنجم هم تو ترم اول میگن. این در رابطه با مطالبی که باید تو ترم اول گفته بشه. 4 فصل هست. فصل یکمون تو کتاب نهم در رابطه با مجموعه است، جزء موضوعات جدیدی که امسال باش آشنا خواهید شد. معرفی مجموعه، مجموعه برابر، اجتماع، اشتراک، تفاضل و بحث احتمال. احتمال رو داشتید سالهای گذشته، حالا تمریناتش متنوع تره. فصل دوم بحث اعداد حقیقیه. اعداد حقیقی شامل اعداد گویا میشه، تو کتاب هشتم داشتید بحث اعداد گویا رو. و من فهرستشو اعداد حقیقی شامل اعداد گویا هست، اعداد گون که حالا به موقعش میرسیم توضیح خواهیم داد. من فهرست رو بیارم. این عرض می‌کردم فصل دوم بحث اعداد حقیقیه، اعداد گویا، اعداد حقیقی قدر مطلق. فصل سوم بحث هندسه است، جز موضوعاتی که سال گذشته تا حدی آشنا شدید. بحث همنشتی مثلث‌هایی که سال گذشته داشتید، حالا امسال تمریناتش متنوع میشه، تشابه هم به هندسه امسالتون اضافه میشه. فصل چهار بحث توان و ریشه است. توان و کلاس هفتم خوندید، هشتم داشتید. رادیکال هم همینطور، فرقی نمی‌کنه. حالا امسال نماد علمیش اضافه میشه، ریشه گیری. به غیر از ریشه دوم ما میتونیم ریشه های سوم، چهارم، ریشه انوم یک عبارت هم میشه گرفت. جمع و تفریق رادیکال ها. فصل پنجم عبارت های جبریه، جز موضوعاتی که سال گذشته
داشتید بحث عبارت‌های جبری، دو تا موضوع جدید اضافه میشه تحت عنوان بحث اتحاد تجزیه. جزء موضوعات خیلی مهمیه، جزء مباحث مشترک نهم و دهم هم محسوب میشه بچه‌ها. اتحاد تجزیه خیلی کارکرد داره. بعد بحث نامعادله است، قسمت بعدی فصل 6 خط و معادله خط، اینم جزء موضوعات جدیدیه که باش آشنا میشی. دستگاه معادلات خط بسیار مبحث کاربردیه و حضور شما عرض شود که فصل هفتم عبارت‌های گویاست. عبارت‌های جبری در رابطه با بحث دامنش هست، ساده کردن عبارت‌های گویا، تقسیم چند جمله یا، و در انتها فصل هشتم تحت عنوان حجم و مساحت. این هم جز موضوعاتی که قبلا خوندی، فقط کره و هرم و مخروط هم اضافه میشه به موضوعاتی که قبلا در رابطه با حجم و مساحت تدریس شده. خب این یک نمای کلی از محتوای کتاب ریاضی نهم شماست. اما بریم سراغ بحث درسیمون. فصل یکمون بحث مجموعه هاست. اگه براتون امکانش هست برگه یا دفتری همراهتون باشه، نکاتی که میگم بعضی موضوعات موضوعات مهمیه، میتونید یادداشت بفرمایید. فصل یک عنوانش هست مجموعه. خب من این قسمت رو بیارم. بسیار عالی. معرفی مجموعه. دوستان لطف کنن تو قسمت چت کلماتی که میتونیم بگیم برای مجموعه مترادفه رو بگید. لطفا تو چت بنویسید ببینم تصوری که شما از کلمه مجموعه دارید چیه؟ ممنون میشم. مجموعه رو چی تعریف بکنیم؟ خیلی ساده بخوایم بگیم مجموعه چی تعریف میشه دوستان؟ منتظرم. دوستان اگر همکاری کنن. مفهوم کلمه مجموعه. ظاهرا ادو دیلی داره آقای قمرزاده. بسیار خوب. مترادفی که برای مجموعه میشه معنا کرد، دسته، گروه، کلکسیونی از عناصری که همگن باشن. این میشه یه معنی ساده‌ای که از مجموعه میشه گفت. توی بحث ریاضیات این بد نیست اینو اشاره بکنیم که یه سری مفاهیم هستن تو ریاضیات، میگیم جز مفاهیمی که امکان تعریف ندارن، مثل نقطه نمیشه تعریف کرد. مجموعه هم جز اون دسته است. مجموعه هم امکان تعریف نداره، ولی ما میتونیم یک توصیف ساده ای از مجموعه داشته باشیم، یک معرفی خیلی ساده داشته باشیم. تعریف دقیقی خاطرتون باشه تحت عنوان مجموعه ما نداریم، جز مفاهیمی که نمیشه تعریف دقیقی براش معرفی کرد. اما تعریفی که برای معرفی یا توصیفی که میشه برای مجموعه داشت به این صورته: دسته ای از اشیاء کاملا مشخص و متمایز. متمایز خاطرتون باشه به مفهوم غیر تکراریه. دو تا خصوصیت باید مجموعه داشته باشه، یکی این که مشخص باشه، یکی این که متمایز باشه. دو تا نکته مهم تو بحث مجموعه این دو کلمه است: کاملا مشخص و متمایز. متمایز یعنی غیر تکراری باشه. حالا تو مثال ها بهتر اینو میشه توضیح داد. خب پس دسته از اشیاء کاملا مشخص و متمایز یا غیر تکراری است که هر یک از این اشیاء رو عضو مجموعه میگن. حروف الفبای فارسی رو تو ذهنتون داشته باشی. حروف الفبای فارسی الف ب پ ت تا آخرین حرف که یه باشه. چند تا حرف دوستان؟
32 حرف. بگردید تو این حروف الفبای فارسی حروف سه نقطه رو به من بگید. حروف سه نقطه چیا میتونه باشه؟ چت بچه‌ها فعاله؟ بسیار. دوستان حروف سه نقطه الفبای فارسی. حروف سه نقطه. حروف سه نقطه پ، س، چ، ژ و ش. اینا حروف سه نقطه الفبای فارسی هستند. میتونه تشکیل یک مجموعه بده. یا یک مجموعه دیگه بگیم. مجموعه اعداد زوج طبیعی. اعداد زوج طبیعی چیا هستن؟ 2، 4، 6، 8 و الی آخر. این مجموعه ادامه داره. این سه نقطه‌ای که گذاشتیم مجموعه‌اش تا بی‌نهایت ادامه داره. خب پس چه چیزایی نمیتونن مجموعه باشن؟ بازم برگردیم به تعریف، کاملا مشخص و متمایز. من براتون یه مثال بزنم. سه شهر زیبای ایران نام ببرید. حالا هر شهری که به نظر شما زیباست بفرمایید تو چت بنویسن دوستان. بچه ها چرا فعال نیستش؟ الان چت بچه ها رو من ندارم. خیلی خوب، سه شهر زیبای ایران ما مثال زدیم. چیا میتونم باشم؟ ممکنه از نظر عده‌ای مثلا میگم تهران، مشهد، اصفهان شهرهای زیبا باشه. از نظر یه دوستی بندرعباس، شیراز، اهواز باشه. چون مجموعمون کاملا مشخص نیست، از نظر هر کدوم از شما میتونه این مفهوم مشخص شهر زیبا یه دیدی رو داشته باشید نسبت به شهرها. یکی براش طبیعتش مهمه، یکی ساختمونسازی شهر مهمه. بنابر این چون به شهرهای متفاوتی میرسیم، پس سه شهر زیبای ایران نمیتونه مجموعه باشه. خصوصیت مجموعه اینه که کاملا مشخص باشه. خب بریم اینجا یه مثالی با هم حل بکنیم دوستان. ببینی پرسش، کدام یک از موارد زیر معرف یک مجموعه است؟ سه شهر زیبای ایران گفتیم از نظر هر کدوم از ما میتونه سه شهر متفاوت باشه، پس این نمیتونه مجموعه باشه. اینو ضرب در میزنیم. حروف صدادار انگلیسی. حروف صدادار انگلیسی رو تو ذهنتون داشته باشی. چیا میتونن باشن حروف صدادار؟ من اینجا بنویسم A E I O U. زمانی که به ما بگن حروف صدادار، این حروف تو ذهن ما شکل میگیره، کاملا مشخصه، پس این میتونه مجموعه باشه. اعداد طبیعی بین 4 و 9. اعداد طبیعی رو معرفی بکنم. چیا اعداد طبیعی هست؟ ما چطوری میشماریم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6 الی آخر. اعدادی که برای شمارش به کار میره ما بهشون میگیم اعداد طبیعی. حالا بین 4 و 9، اعداد طبیعی بین 4 و 9 رو بیاری تو ذهنتون. 5، 6، 7، 8 درسته؟ ببینید اعداد طبیعی بین 4 و 9 میشه 5، 6، 7، 8. تو ذهن همه ما این عددها شکل میگیره، 5 و 6 و 7 و 8، پس این میتونه مجموعه باشه. تیک میزنی. 5 عدد اول کوچکتر از 20. اعداد اول رو بیاری تو ذهنتون. اعداد اول چیا میتونن باشن؟ اعداد اول رو لطف کنید تو چت بنویسید. اعداد اول کوچکتر از 20 رو میخوام بچه‌ها. منتظرم. تو چت سری بنویس. 2، 3، 5 احسن، خیلی خوبه ترنم خانم، بسیار عالی. 11 بله. 13 درود بر شما.
کلاس داره فعال میشه، دوست دارم همکاری داشته باشی تو کلاس. وقتی که سوالی مطرح میشه تو چت بنویسید. خیلی عالی. 17 و آخرین عدد اولی کوچکتر از 20 چنده؟ 19. حالا ببینید این اعدادی که دوستان نوشتن، چت بچه‌ها رو یه نگاه بندازی کنترل بکنی بچه ها. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. از توی اینا اگه 5 تا به ما بگن، اون 5 تایی که من می‌نویسم ممکنه با 5 تای شما متفاوت باشه. مثلا میگم من 5 تا عدد اول کوچیک‌تر از 20 رو بنویسم، 2, 7, 11, 13، 5 تا می‌خواستم دیگه، 19. یه دانش آموز دیگه بنویسه 2, 3, 5, 7, 11. ببینید مجموعه هامون چون با هم یکی نیست، بازم بحث اون کاملا مشخص، پس این نمیتونه مجموعه باشه، ضرب در میزنیم. پس این مفهوم مجموعه رو دقت بکنیم، باید کاملا مجموعه برای ما مشخص شده و معین باشه. موضوع بعدی کلمه متمایز بود که بحث کردیم. متمایز یعنی غیر تکراری. نگاه بکنید دوستان، پرسش مجموعه آ مساوی 2, 2, 3, 5, 2, 5. گفته این مجموعه چند عضویه؟ به نظر شما چند عضویه؟ نگاه بکنید، 2, 3, 2, 2, 3, 5, 2, 5. بفرمایید این مجموعه چند عضویه؟ بسیار عالی سارا خانم، آفرین. چرا سه عضویه؟ ظاهرش میخوره بچه ها نگاه بکنی، اینجا ظاهرش میخوره 6 تا عضو داشته باشه، ولی خصوصیت مجموعه این بودش که مجموعه کاملا متمایز باشه. دو تا ویژگی داره مجموعه، معین باشه، مجموعه مشخص باشه و متمایز باشه. متمایز این غیر تکراری. نگاه کنید، 2 10 بارم باشه 1 بار شمارش میشه تو مجموعه. پس مجموعه که ما داریم اینه در واقع. ببینید 3 تا 2ه ولی 1 2 لحاظ شده، 3 همینطور، 5 هم همینطور. پس همینطور که بچه‌ها تو چت نوشتن خیلی عالیه، مجموعه 3 عضویه. اما دو مدل میشه، اینم اضافه بکنم، دو مدل میشه نوشت. میتونید بنویسید مجموعه آ داره 3 عضوه، ولی مدل نوشتن ریاضیشو یاد بگیری. ان آ مساوی 3. ان آ یعنی تعداد اعضای مجموعه آ برابر با 3. یه بار دیگه، ان آ مفهومش چیه دوستان؟ تعداد اعضای مجموعه آ برابر با 3، یا مجموعه آ 3 عضویه. درست شو؟ خیلی خوب. پس این معرفی مجموعه شد. موضوع بعد، اصطلاحی داریم تحت عنوان عضویت. من فقط اینا رو پاک کنم، مطالبمون اینجا شلوغ نشه که خواستید اگه مطلبی بنویسی مطالب سر در بیارید. خب ببینید تو مجموعه بالا مجموعه آ رو نگاه کنید، عضواش از پ، س، چ، ژ و ش. اینا بودن مجموعه حروف سه نقطه الفبای فارسی. یه علامتی داریم به این شکل، یه علامتی به این شکل داریم تحت عنوان عضویت. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم پ عضو مجموعه آ. اینطوری می‌نویسم، پ علامت عضویت آ. اینو میخونم پ عضو مجموعه آ. یا مثلا میم عضو مجموعه آ نیست، رو علامت عضویت یه خط میکشم بچه ها. پس علامت عضو بودن و علامت عضو نبودن. درست شو؟ خب من اینو پاک کنم. یا تو مجموعه پایینی، مجموعه بیمون بودش اعداد زوج طبیعی 2, 4, 6, 8. 4 عضو مجموعه آه، اینطوری می نویسیم، 4 عضو مجموعه بی، 4 عضو مجموعه بیه، اسم مجموعه اون بیه. یا 7 عضو مجموعه بی نیست، علامت عضو بودن و علامت عضو بودن. چند تا نکته رو من اینجا یادآوری کنم.
مجموعه ها رو بچه داخل آکولات قرار میدیم. این علامت رو ببینید، علامت رو با هم مرور بکنیم، اینا آشنایی دارید. به این میگیم پرانتز، به این میگیم کروشه، حالا کروشه هم میگن بعضی. به این علامت ما میگیم آکولات، خاطرتون باشه. مجموعه ها رو، عضو هاش رو داخل آکولات قرار میدیم، اینو بهش دقت بکنید. پس ببینید آکولات باز میکنیم، عضو ها رو داخلش مینویسیم، آکولات رو میبندیم. موضوع بعد، نامگذاری مجموعه با حروف بزرگ الفبای انگلیسیه. اسم مجموعه آه، بیه، اسم مجموعه افه. پس نامگذاری مجموعه رو باید بهش توجه کنیم. خب بریم جلوتر. نمایش مجموعه ها، نمایش مجموعه. ببینید مجموعه رو به سه مدل میشه مشخص کرد: نمایش اعضا، نمایش ریاضی، نمایش هندسی. سه مدل میشه مجموعه رو نمایش داد. براتون مثال بزنم. مجموعه اعداد طبیعی بین 4 و 9 رو به سه صورت زیر میشه نشون داد. اعداد طبیعی رو بیارید تو ذهنتون، همون اعدادی که برای شمارش به کار می‌بریم، 1 2 3 4 5 6 الی آخر. اعداد طبیعی بین 4 و 9 لطفاً تو چت برام بنویسی، ممنون میشم. دوستان اعداد طبیعی بین 4 و 9 سریع تو چت بنویس. چهار، پنج، بین 4 و 9، 5 6 7 8، این 4 تا عددن. اسم این مجموعه رو من F در نظر گرفت، شما دوست داشتی یو بگی، هر حرفی بگی اصلا مهم نیستش، اسم دیگه، نامگذاریه. نوشتیم F مساوی آکولات، باز کردیم 5 6 7 8، آکولات رو بستیم. به این مدل نمایش بچه‌ها میگن نمایش اعضا. عضو ها شما نوشتیم، پس یکی از نمایشی که معرفی کردیم، یکی از مدلی که ما معرفی کردیم این بودش که شما بتونی عضو هاشو بنویسی. مدل دوم، نمایش ریاضی، که خیلی باش سر کار داریم از امسال به بعد، خیلی مواقع شما مجموعه رو به صورت نماد ریاضی می‌نویسی، مدل یه مدل ریاضیه. حالا جلوتر می‌ریم بیشتر توضیح میدم. به این صورت می‌خونی مجموعه F نمایش ریاضی X عضو N، به این خط می‌گیم به طوری که X بزرگتر از 4 باشه و کوچکتر از 9، x بین 4 و 9. به این مدل هم میگیم نمایش ریاضی. و مدل سوم، نمایش هندسی، نمودار ون. از یه منحنی استفاده میکنید، از یه شکل هندسی، مربع، مستطیل، فرقی نمیکنه. پس مدل سوم یکی میشه مجموعه رو نمایش داد، مدل هندسی. سه مدل شد: نمایش اعضا، نمایش ریاضی، نمایش هندسی. خیلی خوب، بریم جلوتر. اصطلاحی داریم تحت عنوان مجموعه توهی. مجموعه توهی، توهی یعنی چی بچه ها؟ توهی رو معنیش رو لطفاً تو چت برام بنویسی. توهی، مجموعه توهی، توهی معنیش چیه؟ خالی، باری که الله سارا خانم، بدون عضو باشه. دقیقاً بذارید براتون یه مثال بزنم. اعداد طبیعی، بازم برگردیم سراغ اعداد طبیعی. یه عدد طبیعی بگید بین 2 و 3 باشه. بین 2 و 3 چه عدد طبیعی میشه گفت؟ هیچ عددی نمیشه گفت. به این مجموعه میگی مجموعه توهی. اعداد طبیعی بین 2 و 3. براش مثالایی رو بگیم. تعریفش هم بد نیست اشاره بکنم. تعریفش چیه؟ مجموعه‌ای که هیچ عضوی ندارد را مجموعه توهی می‌نامند و آن را به صورت آکولات باز می‌کنی، آکولات می‌بندی و به این شه. اینم در واقع نمادشه. دو مدل میشه توهی رو نمایش داد. یکی آکولات باز کنی، ببندی، یا به این صورت. در واقع اینم حرف فی بوده، حرف فی یونانی بوده، به این شکل. این نماد توهیه. نکته جالب، اگر آکولادو باز کنی داخلش این علامت توهی رو بذاری، دیگه این مجموعه توهی نمیگن، این مجموعه که خودش یک عضو داره. پس آکولاد توهی، حواستون باشه، یک مجموعه یک عضویه. خیلی هم سوال اومده به خصوص امتحانات خرداد، سوال این بوده این مجموعه توهیه؟ نه،
این مجموعه که یک عضو داره. پس توهی یا اجازه دارین از این علامت استفاده کنی یا این علامت. مثالاش هم همینی بود که چند تا براتون مطرح کردم، حالا اینجا تو جزوه هستش. اعداد طبیعی کوچکتر از یک، ما هیچ عدد طبیعی کمتر از یک نداریم، پس این مجموعه توهیه. اعداد اول زوج دو رقمی، اعداد اول زوج دو رقمی، تنها عدد اول زوجی که داریم دوه، دو رقمی نداریم، پس اینم مجموعش توهیه. میتونی از این علامت استفاده کنی، فرقی نمیکنه حالا یا از این علامت فی یا از آکولات استفاده بکنی. بریم سراغ مطلب بعد. درس دوممون، درس دوم تساوی دو مجموعه. فصل یکمون بازم اشاره کنم 4 تا درس داره. بحث اولش معرفی مجموعه ها بود، درس دوم تساوی دو مجموعه است، درس سوم اجتماع اشتراک تفاضل، و درس چهارم احتمال. اینا کلن موضوعاتیه که تو فصل یک داریم. تساوی دو مجموعه در چه صورت دو تا مجموعه آ و ب با هم مساوی هن؟ یه مجموعه داری آ، یه مجموعه داری ب، در چه صورت این دو تا مجموعه با هم مساوی هن؟ در صورتی دو تا مجموعه مساوی هن که هر عضو آ تو مجموعه ب باشه، هر عضو ب در مجموعه آ باشه. پس نمادش هم به این صورته بچه ها، آ مساوی ب. من یه بار دیگه بگم، شرط برابری دو مجموعه، دو مجموعه آ و ب رو مساوی گویند هرگاه هر عضو مجموعه آ عضو مجموعه ب باشه و هر عضو مجموعه ب عضو مجموعه آ نیز باشد، که آن را به صورت آ مساوی ب نشان میده. نگاه کنید مثالش رو، نگاه کنید. آ مساوی 3 6 7، ب مساوی 6 3 7. هر عضوی که تو آ هست تو ب هم هست. 3 ببینید تو این هست، 6 تو این هست، 7 هم تو این هست. پس میگیم دو تا مجموعه با هم برابره. مثال بعد، مجموعه حروف کلمه امداد. بچا امداد رو بیاری تو ذهنتون، از چه حروفی تشکیل شده؟ لطفا حروفش رو تو چت برام بنویسید. امداد، منتظرم. از چه حروفی تشکیل شده امداد؟ از چه حروفی؟ یا بگید چند عضویه، اگه سخته حالا حروفش رو بخواید بنویسید، فقط بنویسید چند عضویه. باریکالا علیرضا، آفرین. الف میم دال، درسته؟ همینطور که دوستان گفتن، الف میم و دال. خب این مجموعه 3 عضویه، درسته علیرضا؟ آفرین، 3 عضویه مجموعه. کلمه دارم، دامن بیاری تو ذهنتون، حروفش نگاه کنی. د الف و میم، هر عضوی که تو مجموعه اولی هست تو اون یکی هم هست، میبینی؟ الف همینطور. پس اینا با هم دو تا مجموعه برابرن. شرط برابری دو مجموعه اینه که هر عضو مجموعه اولی تو مجموعه دومی باشه و برعکس. این مفهوم تساوی دو مجموعه است. خیلی خوب، یه سوال با هم حل بکنیم. پرسش: مقدار x و y را چنان بیابی که دو مجموعه c و d با هم برابر باشه. من مجموعه c رو بنویسم اینجا. مجموعه c، آکولات باز میکنم، 8 5 x. مجموعه d رو زیرش مینویسم، 5 y و 2. سوال چی میگه؟ میگه دو تا مجموعه C و D میدونیم با هم برابره، بگید X و Y چقدره. مقدار X رو من باید در بیارم و مقدار Y. این دو تا بر من سواله. فکر کنید به نظرتون X چند میتونه باشه؟ خیلی خوبه سارا خانم، آفرین. ببینید اینجا 8 داریم، 5 داریم، اینجا 5 داریم، پس این دوتا با هم میرن کنار، اینا با هم برابرن. مجموعه بالا 8 داری، پس پایینم باید 8 داشته باشی. 5 که نمیتونه 8 باشه، 2 هم که نمیتونه باشه، پس به اجبار وایمون چنده؟ 8. اینجا ایکس این تو مجموعه پایینی 2 داری، پس بالا هم باید 2 باشه، این که نمیتونه باشه، پس تنها
x میتونه 2 باشه. پس x مون برابر با 2، y مون برابر با 8. شرط برابری دو تا مجموعه به این شکل شد. حالا تمرینات تکمیلیمون یه مقدار بچه سطحش بالاتر میشه. فعلا فقط داریم یک نمای کلی از محتویات کتاب خدمتتون ارائه میکنیم. رفته رفته حالا انتهای بحثمون که برسیم تمرینات تکمیلیمون سوالات متنوعی داریم. اصطلاح بعدی زیر مجموعه. مجموعه آ را زیر مجموعه ب گویند هرگاه تمامی عضوهای مجموعه آ در مجموعه ب نیز باشد و آن را به صورت آ زیر مجموعه ب نشان می‌دهند. بچه‌ها مجموعه آ، من از خودم یه مثال می‌زنم، نگاه بکنید. مثلا مجموعه آ هستش 2 3، مجموعه ب هست 1 2 3 7. سوال: آیا مجموعه آ زیر مجموعه ب؟ آیا مجموعه آ زیر مجموعه ب تمام عضوهای آ، تمام عضوهای آ باید در مجموعه ب باشه؟ 2 هستش، 3 هم هست. پس میگیم آ زیر مجموعه ب. نمادش چیه؟ آ زیر مجموعه، علامت زیر مجموعه است بچه ها، زیر مجموعه ب. ب چطور بچه ها؟ ب میتونه زیر مجموعه آ باشه؟ نگاه بکنی، من اضافی ها رو پاک کنم برای اینکه شکل شلوغ نشه. به نظر شما ب زیر مجموعه آ میتونه باشه؟ خیلی عالی. ب زیر مجموعه آ نیست بچه ها، ب زیر مجموعه آ نمیتونه باشه. پس علامت زیر مجموعه بودن و زیر مجموعه نبودن. بسیار عالی. این نمودار ونه. به این مدل نمایش هندسی میگیم نمودار ون. میگیم آ زیر مجموعه ب. نگاه کنید بچه ها، تمام کادر آ داخل مجموعه ب افتاده، پس میگیم آ زیر مجموعه ب. مثالش هم که اینجا مطرح شده اینه، مجموعه سی هست 4 5 7، گفته زیر مجموعه دیه. ببینید اگه قرار سی زیر مجموعه دی باشه، تمام عضوهای سی باید تو دی باشه. 4 هست، 5 هم هست، 7 هم هست. پس میگیم سی زیر مجموعه دیه. اینم نمودار ون این قسمه. خب در رابطه با زیر مجموعه نکات زیادی داریم، خیلی جای بحث داره زیر مجموعه. اینجا 6 تا نکته گفتیم. نکته 1، هر مجموعه زیر مجموعه خودشه. یعنی چی؟ نگاه کنیم، مثلا یه مجموعه داری آ هست، حالا هر عضوی میتونه داشته باشه، مثلا 1 5 6. آیا آ به نظر شما زیر مجموعه خودشه؟ هر مجموعه میتونه زیر مجموعه خودش باشه؟ تمام عضوهای آ تو خود آ هست؟ بله درسته، هر مجموعه زیر مجموعه خودشه. آ زیر مجموعه آه، ب زیر مجموعه ب، سی زیر مجموعه سیه، اف زیر مجموعه افه و هر مجموعه شما در نظر بگیرید میتونه زیر مجموعه خودش باشه. نکته دوم، مجموعه توهی زیر مجموعه تمام مجموعه است. هر مجموعه که شما تصور بکنی، حالا میخوای عدد بنویس، حروف بنویس، شی بنویس، اصلا مهم نیست، یکی از زیر مجموعهاش همیشه توهیه. پس توهی زیر مجموعه هر مجموعه. توهی نمادش این بود دوستان، توهی زیر مجموعه ب. حالا آ و ب هر چی میخواد باشه، اصلا مهم نیست. موضوع بعد، تعداد زیر مجموعه یک مجموعه از رابطه 2 به توان n به دست میآید. n هم تعداد عضوهاشه. این رابطه رو به ذهنت بسپار، خیلی مهمه، چقدر هم ازش سوال و تست طرح میشه. تعداد زیر مجموعه یک مجموعه از رابطه 2 به توان n به دست میاد. n تعداد عضو هست. حالا میریم جلوتر، من براتون اینو جای بحث داره، بعد برم تو مثال این نکته 3 رو بیشتر توضیح بدم. یه علامت سوال کنارش میذارم.
زیر مجموعه یک مجموعه رو با پی آن نشون میدن نمادشه. نکته 5 و 6 جالبه. نکته 5 چی میگه؟ میگه آ زیر مجموعه ب، ب زیر مجموعه آ، پس نتیجه میگیرم دو تا مجموعه با هم مساوی ان. فوق العاده مهمه یه ستاره کنارش بزنی. یه بار دیگه، دو تا مجموعه داریم، آ زیر مجموعه ب، ب هم زیر مجموعه آ، پس نتیجه میگیرم این دو تا مجموعه با هم برابرن. برعکسش هم درسته. ببینید یه رابطه دو طرف است، فلش رو نگاه بکنید، آ زیر مجموعه ب، ب هم زیر مجموعه آ، میتونم نتیجه بگیرم دو تا مجموعه با هم مساوی هم. نکته ششم، آ زیر مجموعه ب، ب زیر مجموعه سی، میتونم نتیجه بگیرم آ زیر مجموعه سی. برای شکل بکشم، مجموعه داخلی رو میگیرم آ، قرمز رو میگیرم مجموعه B، اینم C. آ زیر مجموعه B، بله آ زیر مجموعه B هم زیر مجموعه C، میتونم نتیجه بگیرم آ زیر مجموعه C. برای این رابطه ریاضی من تونستم این نمودار ون رو بکشم. تو ذهنتون داشته باشید، اینم رابطه مهمیه. آ زیر مجموعه B، B زیر مجموعه C، نتیجه میگیریم آ زیر مجموعه C. خب یک مثال حل بکنیم، بعد یه وسط یه استراحتی میدم، بکنم 5 دقیقه کفایت بکنی این سوال رو حل بکنیم، بعد یه استراحت کوتاه داشته باشیم. خب نگاه کنی، مجموعه آ مساوی 4 7 m، مجموعه آ 3 تا عضو داره، 4 و 7 و m در نظر بگیر. مجموعه آ دارای 3 عضو است، نماد ریاضیش اینطوری می‌نویسم، ان آ مساوی 3. ان آ یعنی تعداد اعضای مجموعه آ برابر با 3. خب قسمت بعدی میخوام بدونم مجموعه آ چند تا زیر مجموعه داره. اون بالا علامت سوال زدیم، تعداد زیر مجموعه یک مجموعه از رابطه 2 به توان n به دست میاد. خب میام اینجا می‌نویسم 2 به توان n، این مجموعه چند تا عضو داشت بچه‌ها؟ 3 تا. پس می‌نویسم 2 به توان، من این تیکر رو پاک کنم، شلوغ کرده، خیلی اینا رو پاک کنیم، 2 به توان 3 چند میشه؟ 8. پس من میتونم برای مجموعه آ 8 تا زیر مجموعه بنویسم، حد اکثر 8 تا میشه برای مجموعه زیر مجموعه نوشت. برای مجموعه آ که 3 عضویه 8 تا من میتونم زیر مجموعه نوشتم، 2 به توان n مساوی 2 به توان 3 شده 8، 8 تا زیر مجموعه. اما زیر مجموعه‌اش چیا میتونن باشن؟ خب زیر مجموعه‌اش ببینید، چون زیر مجموعه خودش یک مجموعه است، باید داخل آکولات بشه. آکولات 4، آکولات 7، اینا رو میخونیم مجموعه، مجموعه 4، مجموعه 7. بعدی آکولاد ام، تا الان چند تا زیر مجموعه شد بچه ها؟ 3 تا. بعدی میتونم دو عضوی بنویسم، 4 و 7، این یه زیر مجموعه دیگه است. مجموعه بعدی 7 و m، بعدی 4 و m، چند تا الان نوشتم؟ تو چت برام بنویسید لطفا، چند تا الان زیر مجموعه نوشتم؟ سریع منتظرم بچه ها، یکم سریع تر. محمد درست بشمار، محمد آقا من 6 تا نوشتم، 1 2 3 4 5 6، تا الان 6 تا تونستم بنویسم، درسته یلدا خانم؟ خیلی عالی. خب قرار ما چی بود؟ ما باید چند تا زیر مجموعه می نوشتیم؟ باید 8 تا می نوشتیم. دو تا من الان کم آوردم، اون دو تای دیگه چیا هستن؟
اشکال نداره محمد آقا، هیچ نگران نباش، ما اومدیم تو این کلاس یاد بگیریم دیگه، بنابراین جای نگران نیست. خب منتظرم. دو تای دیگه موند، ما بعد 8 تا زیر مجموعه بنویسیم. من اینجا 6 تا نوشتم، دو تای دیگه چیه؟ برگردین اون نکات که 6 تا نکته گفتم، دو تا نکته اون بالا گفتم ازش استفاده کنید. دو تا نکته چیا بودن؟ آفرین، حالا آقا یا خانم احمدزاده، خیلی عالی، توهی، باریکلا. یکی دیگه موند به غیر از توهی، یکی دیگه هم باید بگید. باریکلا یلدا خانم، خودش، آفرین، درود بر شما. 6 تا نوشتم، یکی توهی، یکی هم خودش. ما نکته هایی که گفته بودیم، مجموعه توهی زیر مجموعه هر مجموعه، یکی هم خودش. خودش چی بود؟ 4 7 M. هر مجموعه زیر مجموعه خودشم هست. 8 تا من تونستم بنویسم که حالا اینجا من تمیز توی فایل پی دی اف هستش. آکولاد 4، حتما آکولادو بذارید. اگه 4 تنها بنویسی بچه، این زیر مجموعه نیست، 4 عضو مجموعه است. اینجا اگه آکولاد گذاشتی معنی زیر مجموعه میده، میشه زیر مجموعه 4، یا اینا هر کدومشون در واقع یک مجموعه ان که میشن زیر مجموعه های آ. ببینید 8 تا اینجا نوشته شده، توهی هست و خودش هم هست. خب یه استراحت کوتاه داشته باشیم. چقدر به بچه ها استراحت بدیم؟ 5 دقیقه. بسیار عالی، 5 دقیقه استراحت بکنید، بعد برمیگردیم ادامه کلاس رو در خدمت شما عزیزان هستیم.
با عرض سلام مجدد خدمت شما دانش آموزان عزیز، ادامه بحث زیر مجموعه ها رو پی بگیریم. مجموعه آ عضواش نوشتم 1 4 1 1 4. بگید این مجموعه چند عضویه؟ دوستان تو چت برام بنویسید لطفا مجموعه آ چند عضویه. منتظرم. همون عددش رو بنویسید کافیه، الان نمیخواد حالا خیلی تو تفسیر بدید. بسیار عالی، ممنون. بله این مجموعه دو عضویه، درسته. دو تا عضو داره، عضواش هم در واقع مجموعه آ 1 و 4. پس می نویسم ان آ برابر با 2. ان آ برابر با 2 یعنی مجموعه آ دو عضویه. این بخش اول. بگید مجموعه آ چند تا زیر مجموعه داره؟ آقا علیرضا، یلدا خانم، سارا خانم، مجموعه آ بگید چند تا زیر مجموعه داره؟ منتظر چت شما هستم بچه‌ها. چند تا زیر مجموعه؟ رابطه زیر مجموعه چی بود؟ 2 به توان n. رابطه زیر مجموعه هست 2 به توان n. این مجموعه 2 تا عضو داره، پس میشه 2 به توان 2. 4 چیه؟ زیر مجموعه هایی که ما میتونیم داشته باشیم، درسته؟ زیر مجموعه هایی که من میتونم داشته باشم. خیلی خوب، حالا میخوام زیر مجموعه ها رو بنویسم. این مجموعه آ که 2 تا عضو داره، 4 تا زیر مجموعه داره، میخوام زیر مجموعه هاش بنویسم. اول تک عضویش رو بنویسم. آکولاد 1، آکولاد 4، آکولاد 1 و 4. چهارمیش هم شما لطف کنید بگید بچه ها. چهارمیش چیه؟ چهارمیش چی میتونه باشه؟ مجموعه توهی. بله اینم نماد مجموعه توهی. من 4 تا تونستم برای مجموعه زیر مجموعه بنویسم. خیلی عالی. حالا سوال میخوام برگردونم، برعکس بگم. خوب دقت بکنی. سوال اینه، مجموعه دارای 32 زیر مجموعه است. 32 تا من میدونم زیر مجموعه داره، میخوام بدونم این مجموعه چند عضویه. این مجموعه چند عضوی میتونه باشه؟ یک فرصت کوتاه بدم فکر کنی. 32 تا زیر مجموعه داری، شما بگید این مجموعه چند عضو داره. خیلی عالی یلدا خانم، درود بر شما، بسیار عالی. 32 رو تجزیه کنیم. نمودار درختی رو خوندید، حالا هر مدل که بلدی تجزیه کنید، به هر شکلی که سالهای گذشته خوندید. مثلا من میسام 4 8 4، دوباره خودش تجزیه میشه 2 2 8، تجزیه میشه 2 4 4، دوباره تجزیه میشه 2 2. چند تا 2 میبینیم؟ 5 تا. پس 32 برابر با 2 به توان 5. این 5 تعداد عضو ها رو به من میده، پس به من میگه این مجموعه چند عضویه؟ 5 عضویه، که 5 تا عضو داشته، نتیجه شده 32 تا زیر مجموعه. درست شد؟ خیلی عالی. بریم اینجا سوال نگاه کنیم. اگه مجموعه دارای 32 زیر مجموعه باشد، این مجموعه چند عضو دارد؟ 32 از 2 به توان 5، پس این مجموعه 5 عضویه. یه مثال دیگه حل بکنی. اصطلاحی داریم، قبل از اینکه مثال حل بکنم من اینجا یه نکته رو بگم فقط. زیر مجموعه های محض، زیر مجموعه های محض، تعداد زیر مجموعه یک مجموعه 2 به توان n. شروع میکنیم تک عضوی ها رو مینویسیم، 2 عضوی، 3 عضوی، هر تعداد که زیر مجموعه داریم مینویسیم.
دو تا زیرمجموعه آخریشو تو ذهنتون داشته باشید، یکی خودشه، یکی هم توحید. خب اگر خودشو از زیرمجموعه بذاریمش کنار، هر مجموعه زیرمجموعه خودشه دیگه، خودشو از زیرمجموعه بذاریم کنار، مجموعه هایی که زیرمجموعه هایی که میمونن بهشون میگن زیرمجموعه های محض. زیرمجموعه های محض چیه؟ میدانیم هر مجموعه زیرمجموعه خودشه، باقی زیرمجموعه ها رو زیرمجموعه محض میگیم. سوال: مجموعه دارای 127 زیرمجموعه محض است، این مجموعه چند عضویه؟ خب بچه‌ها زیرمجموعه محض یعنی خودشو گذاشته کنار، پس من بیام چیکار بکنم؟ خودشو بهش اضافه کنم. 127 رو با یک جمع میکنم که کلن بشه 128 تا زیر مجموعه با احتساب خودش. حالا برید سری 128 رو نمودار درختیش رو بکشید تجزیه کنید، به من بگید چند میشه. منتظرم یلدا خانم، سارا، علیرضا. 128 رو تجزیه کن. خیلی خوبه، آفرین احمدزاده، خیلی عالی. 128 رو تجزیه بکنید برابر با 2 به توان 7، پس من مجموعم 7 عضوی بوده که 128 تا زیر مجموعه کلی داشته، زیر مجموعه محضش شده 127. اینم سوال قشنگی بود، زیر مجموعه محض. خب بریم موضوع بعدی. یه سوال: اگه به تعداد عضوهای یک مجموعه 4 عضو اضافه بشه، تعداد زیر مجموعه‌هاش چند برابر میشه؟ بازم برگردیم فرمول تعداد زیر مجموعه. تعداد زیر مجموعه چی بود فرمولش؟ دو به توان n. پس وقتی که 4 تا عضو اضافه میشه، یعنی 2 به توان 4، چون 4 تا عضو اضافه شده به قبلی دیگه، میشه 16 برابر. 16 برابر قبلی شما زیر مجموعه دارید، درست شد؟ پس 4 تا عضو اضافه بشه 16 برابر میشه تعداد کل زیر مجموعهاش. خب بریم چند تا از مثال‌ها و تمرین‌های کتاب با هم حل بکنیم. حالا اگر تونستید فایل کتاب درسی رو، معمولاً شهریور ما کتاب درسی به دستتون میرسه، ولی اگر تونستید فایل کتاب رو دانلود بکنید، ما جلسات بعد حتما حالا فایل رو در اختیارتون قرار میدیم. بچه ها این مطالبی که تا به اینجا کار گفتیم یه مرور بکنیم، شاید بعضی از آقایون و خانوم ها تازه وارد کلاس ما شده باشن، بعد نیست مطالبی که گفتیم رو یه مرور بکنیم. از بحث مجموعه ما شروع کردیم، تعریف مجموعه رو گفتیم، زیر مجموعه، مجموعه های برابر. برای این قسمت هایی که گفتیم یه چند تا تمرین و کار در کلاس کتاب رو هم حل بکنیم. این کار در کلاس کتاب صفحه 4 کتاب درسی تونه. سوال 3، من کنارش علامت بزنم. سوال 3: عبارت هایی که مجموعه را مشخص می کند با علامت تیک و بقیه را با علامت ضرب در مشخص کنید با ذکر دلیل. الف: 4 عدد فرد متوالی، بگید مجموعه هست یا نیست. یه بار دیگه: 4 عدد فرد متوالی، مجموعه هست یا نه؟ تو چت لطفا بنویسید. منتظرم، منتظر پیامتون هستم. چهار عدد فرد متوالی. باریکالله، باریکالله، خیلی خوبه. مجموعه نیستش، درسته. اینو ضرب در بزنیم. چرا چهار عدد فرد متوالی نمیتونه مجموعه باشه؟ من ممکنه چهار عدد فرد متوالی رو بگم 1, 3, 5, 7. شما ممکنه بگی 103, 105, 107, 109. پس ببینید مجموعه ها با هم فرق میکنه، این مجموعه نیست. ب: سه عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از 2. سه عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از 2، بگید مجموعه هست. تو چت برام بنویسید.
یه بله و خیر، نمیخواد حالا توضیح چیز بدید، من فقط بدونم مطلب رو گرفتی تا اینجای کارو. سارا خانم میگه خیر، یلدا میگه هستش، احمدزاده میگه هست. خب این مجموعه هستش. چرا؟ چرا مجموعه هست؟ دو تا خصوصیت داشت مجموعه. مجموعه کاملا مشخص و متمایز. یادت نره این دو تا کلمه رو به ذهن بسپر. دو تا خصوصیتی که باید مجموعه داشته باشه، مجموعه کاملا مشخص باشه و متمایز. متمایز این تکراری نباشه. سه عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از دو. دو میگه شروع بشه. دو، چهار، زوج بعدی طبیعی هم باید باشه. شیش. این مجموعه است. آکولات باز میکنیم میبندیم. این مجموعه است. قسمت جیم. عددهای اول کوچکتر از 20. عددهای اول کوچکتر از 20. تو ذهنت بیار عددهای اول. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. مجموعه هست یا نه؟ منتظرم. محمد احسن، درود بر شما. این مجموعه هست. همین مجموعه که الان گفتیم 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 میشه عددهای اول کوچکتر از 20. سه شهر ایران مجموعه هست یا نه؟ یلدا خانم، سارا، احمدزاده، محمد، سریع پیام بده. سه شهر ایران نیستش. بله، پس اینم ضرب در میزنیم. هه، شمارنده های عدد 24. شمارنده های عدد 24. شمارنده چی بود؟ یه مرور کنیم شمارنده رو. 24 به چه اعدادی بخش پذیره؟ 24 به چه اعدادی بخش پذیره؟ من اینجا بنویسم. یک، مقسوم له دیگه، شمارنده اسم دیگه‌اش مقسوم له. 1 2 3 4 6 8 12 24. اینا میشن شمارنده های 24. به نظرتون مجموعه هست یا نیست؟ آفرین، خیلی خوبه. پس اینم مجموعه هست، شمارنده های عدد 24. پنج عدد بزرگ. پنج عدد بزرگ مجموعه هست؟ نیستش. بله، آفرین، چون از نظر هر کدوم از ما میتونه عددهای بزرگ متفاوت باشن. نیستش. عددهای طبیعی بین دو و سه مجموعه هست یا نیست؟ سوال قشنگی ها. عددهای طبیعی بین دو و سه مجموعه هست یا نه؟ اینو به من بگید. علیرضا. علیرضا میگه نیستش. عددهای طبیعی بین دو و سه. احمدزاده میگه هست. بله، بقیه دوستان پیام بدن، منتظرم. یلدا، باریکالله، خیلی خوبه. بچه ها عددهای طبیعی بین دو و سه مجموعه هست. چه نوع مجموعه توهیه؟ ما هیچ عدد طبیعی بین دو و سه نداریم. این مجموعه هست از نوع توهی. حواستون باشه. پس این زیر رو تیک بزنیم. خب این سوال سه کتاب درسی صفحه 4 بودش. اولین چیزی که ما تو مجموعه معرفی کردیم تعریف مجموعه است، که بدونیم مجموعه به چی میگن. بریم جلوتر، صفحه 4 کتاب درسیتون بود. بیایم تو تمرین ها، چند تا هم سوال از تمرین حل بکنیم. خب سوال دو، من یه فرصت کوتاه بدم دوستان فکر کنن. سوال دو 4 تا قسمت داره، الف ب جیم دال. یک دقیقه فرصت بدم جا خالی ها رو فکر کنید ببینید چی میتونه باشه، بعد جواب ها رو با هم چک میکنیم.
سوال دو، جاهای خالی را طوری کامل کنید تا عبارت حاصل درست باشد. الف، عبارت 5 عدد طبیعی که بین 1 و 20 قرار داشته باشد یک مجموعه را مشخص می کند یا نمی کند؟ پیام بدید لطفا. 5 عدد طبیعی که بین 1 و 20 باشه به نظرتون مجموعه هست یا نه؟ بین 1 تا 20 عددهای زیادی میشه گفت، 2 3 5 تا میشه گفت، پس مجموعه رو مشخص نمی کند چون ممکنه 5 تا عدد طبیعی من با 5 تا عدد طبیعی شما متفاوت باشه. خیلی عالی، بچه‌هایی که همکاری میکنن تو چت می‌نویسن ما ممنون و سپاسگزار این دوستان هستیم. قسمت ب، مجموعه 2 3 4 تا 9 چند تا عضو داره؟ چند تا عضو داره؟ آفرین، درسته، 8 عضو، چون از 1 شروع نشده دیگه، 2 تا 9. مجموعه آکولات صفر و توهی چند تا عضو داره؟ سوال قشنگیه. این مجموعه آ چند عضویه؟ خیلی خوبه سارا خانم، بله این مجموعه دو عضویه. دال، با توجه به مجموعه آ مساوی 3 5 7 9 11 داریم 5 عضو آ، 5 عضو آ است، آن را با نماد به این صورت می‌نویسیم 5، این علامت عضویت 5 عضو مجموعه آ، این نماد ریاضیه، و 12 عضو این مجموعه نیست، اینو میخوام بنویسم، 12 عضو مجموعه آ نیست، رو علامت عضویت یه خط میزنم، این علامت عضو نبودنه. بسیار خوب، سوال 3ش هم جواب بدیم، حالا ما که تا اینجای کار اومدیم سوال 3 تمرینم جواب بدیم. 3 مجموعه متفاوت بنویسی که عدد 2 عضو اونها باشه. خیلی چیزا میشه نوشت، مهم اینه که توش 2 داشته باشه، فقط مجموعه با هم متفاوت بشن. مثلا یه دونه مجموعه آکولاد 2، آکولاد 2 5، آکولاد 1 2 3، خیلی مجموعه متفاوتی می‌نویش که حتما 2 تو مجموعه قرار داشته باشه. سوال کار در کلاس صفحه 6، دوستان عنایت کنن، من ببینید ما سعی میکنیم هم کار در کلاس ها و تمرین های کتاب تا جایی که مقدور باشه حل بکنیم، کنارش تمرینات تکمیلی هم داریم، حالا انتهای کلاس سوال ها رو نمایش میدم خدمتتون. این سوال سوال خوبیه. کار در کلاس صفحه 6، جاهای خالی رو در مجموعه زیر طوری پر کنی که مجموعه با هم برابر باشن. شرط برابری دو مجموعه اینه که هر عضو مجموعه آ در مجموعه ب باشه و هر عضو مجموعه ب در مجموعه آ باشه. هر چی که مجموعه سمت چپه باید تو سمت راست هم باشه. فقط لازمش اینه که عدد خودتون یکم مرتب کنی. مثلا 9 سوم بنویسیم 3. 2 پنجم که این بر کاری نداریم. 144 بچه جذرش چند میشه؟ 144، 144 جذرشو برام بنویس محمد. آفرین، 12، خیلی خوبه. یه منفی داره میشه منفی 12، منفی 2 به توان 2 میشه مثبت 4، تقسیم کنید میشه منفی 3، پس این وری عدد منفی 3 داریم. رادیکال 25 هم مرتب کنیم میشه 5. هر عضو مجموعه آ تو ب و برعکس. خب این ور 5 داریم، این ور هم 5، 5 رو بس میخواید بذاریم کنار، 5 رو بذاریم فعلا کنار. این ور 2 پنجم داریم، این ورم 2 پنجم داریم، اینم میذاریم کنار. 3 داریم، این ورم 3 داریم، بذاریم کنار. درست شد؟ خب اینجا 4 داریم، اون ورم باید 4 داشته باشیم. هیچ کدوم اینا 4 نیست، بعد جای خالی اینجا 4ه. این ور منفی 3 داری توی مجموعه، پس سمت چپم باید منفی 3 داشته باشی. پس جای خالی این ور منفی 3، این ورم جای خالی 4ه بچه‌ها. بسیار صفحه 8 کتاب درسی، همینجا
با توجه به نمودار مقابل دلیل درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. سی زیر مجموعه آ نیست. بچه این حرف درستی یا غلطه؟ سی زیر مجموعه آ نیست. درسته یا غلطه؟ درسته سارا خانم، بله. پس اینو تیک میزنیم. پایینیش آ زیر مجموعه ب. آ زیر مجموعه ب هست یا نه بچه؟ درسته، بله. آ زیر مجموعه ب، تیک بزنید. بی زیر مجموعه آ. بی زیر مجموعه آ هستش یا نه؟ نه، درست نیستش، بله. اینو ضرب در میزنید. بی زیر مجموعه آ نیست، آ که زیر مجموعه ب. بی زیر مجموعه سی. بی زیر مجموعه سی، بله، درسته. آ زیر مجموعه سی نیستش. گفت درس ببینید، نگاه کنید، آ زیر مجموعه سی هست، گفته آ زیر مجموعه سی نیست، پس حرف غلطیه. و آخری توهی زیر مجموعه آ، به عنوان یه نکته گفتیم توهی زیر مجموعه هر مجموعه، پس این درسته. سوال دورم حل بکنیم. مجموعه آ، ب و سی رو در نظر بگیرید، سپس درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر رو مشخص کنید. ببینید سه تا مجموعه داریم، آ، ب، س. گفته کدوم از اینا بگید درسته، کدوم غلطه. سوال خوبیه، تو امتحانات معمولا این تیپ سوالا هستش. ب زیر مجموعه آ نیست. بچه‌ها ب زیر مجموعه آ هست یا نه؟ تمام عضوهای ب باید داخل آ باشه. منتظرم پیام بدید لطفا. نیستش، بله. بی زیر مجموعه آ نیست، خوشم گفته نیست، پس حرف درستیه، تیک میزنیم. سه زیر مجموعه ب درسته یا غلطه؟ تو چت برام بنویس سه زیر مجموعه ب درسته یا غلطه. چرا غلطه یلدا خانم؟ علت غلط بودنش چیه؟ نکته مهمی داره اینجا. چرا سه زیر مجموعه ب غلطه؟ من اینو توضیح بدم. ببینید گفته عدد 3 زیر مجموعه ب، این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ من اینجا ضربدرشو بزنم. باید میگفت 3 عضو مجموعه ب. اگر منظورش میخواد از نماد زیر مجموعه استفاده کنه، باید حتما داخل آکولات قرار میداد. نگاه کنید، من اینو یه بار دیگه بگم. ببینید اگر منظورش زیر مجموعه، حتما باید سه رو میبرد داخل آکولاد. این اگر اینو گفته بود درست میشد، این درسته، ولی اینجا عدد سه نقش عضو بازی میکنه، پس این غلطه. آ زیر مجموعه ب درسته غلطه بچه ها؟ آ زیر مجموعه ب، آینه به امینه زیر مجموعه هست؟ بسیار عالی، غلطه. آ زیر مجموعه ب نیستش. بی زیر مجموعه سی، تمام عضوهای بی باید تو سی هم باشه. ببین تمام عضوهای بی داخل سی قرار داره، 5 هست، 1 هست، 3 هم هست، پس درست میشه. آ زیر مجموعه سی نیست، تمام عضوهای آ باید توی سی، ببینیم هستن یا نه. تمام عضوهاش 1 هست، 3 هست، 6 هست، 4 نیست، خودش هم گفته نیست، پس حرف درستیه. آ زیر مجموعه سی نیستش. دو عضو مجموعه آه. دو عضو مجموعه آه. غلط میشه بچه. سطر پایین. آکولاد 1 و 4. این از اون سوال هست که نیاز به فکر داره. من یه علامت سوال بذارم. آکولاد 1 و 4 عضو آ. درسته غلطه؟ اینو بگید دوستان تو چت. من ببینم مطلب رو گرفتی تا اینجای کار. آکولاد 1 و 4 عضو آ. غلطه یا درسته؟ منتظر پیامتون هستم. باریکلا احمدزاده، آفرین. چرا غلطه؟ ببینید آکولاد 1 و 4 باید میگفت زیر مجموعه آ، چون این مجموعه است، مجموعه عضو نیست.
مجموعه زیر مجموعه یک مجموعه دیگه است. پس علامت عضویت اومده غلطه. پس اینو به این شکل. پس من این زیر مجموعه رو پاک کنم. خیر. پس این غلط شد. اشکالش این علامت عضوه. 6 عضو آ نیست. تو مجموعه آ 6 هست. گفته نیست. پس غلطه. آکولات 56 زیر مجموعه سی. آکولات 56 زیر مجموعه سی. درسته. 5 عضو سی. 5 عضو سی. درسته. تو مجموعه سی 5 رو دارم. 0 زیر مجموعه آ. درسته غلطه. این آخری رو هم لطفاً پیام بدی. 0 زیر مجموعه آ. این لطفاً پیام بدی. آفرین، بسیار عالی، خیلی خوبه. آفرین. این غلطه. میدونی چرا؟ ببین قرار ما این بود اگر میخواد بگه زیر مجموعه حتما باید میبرد توی آکولات، بعد مینوش آکولات صفر فرضاً. حالا هرچند تو آ صفر هم نداریم، اصلا علت غلط بودنش اینه اصلا تو آکولات نیست. باید میگفت صفر عضو مجموعه آ، که حالا عضو مجموعه آ هم نیست به این شکل. حالا این اشکالی که بهش وارده به خاطر اینکه آکولات نداره. پس اینم غلط شد. من اضافیاشو پاک کنم که مشخص بشه. بسیار. آکولات صفر باید میگفت به خاطر این ایراد داره. خیلی خوب. اینم از کار در کلاسه صفحه 8. خاطرتون باشه بچه ها، پس ما آخرین بحثی که ما اینجا داشتیم بحث زیر مجموعه ها هستش. حالا انشالله برای جلسات بعد مجموعه های مهمی که مطرحه مثل اعداد طبیعی، اعداد حسابی، اینا رو جلسات بعد معرفی خواهیم کرد و نمایش ریاضی مجموعه ها که بحث بسیار مهمیه. گفتیم یک مجموعه رو به سه فرم میشه نمایش داد. یکی نمایش اعضا بود، یکی نماد ریاضیه، یکی هم نمودار ون، نمایش هندسی. این سه مدل مجموعه رو میشه نمایش داد که ما مدل اول رو گفتیم. حالا مدل های دیگر هم نماد ریاضی و نمودار ون و جلسات بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. یه سوال میخوام با هم حل بکنیم بریم جلوتر. حالا انشالله اینا مطالبی که تو جلسات بعد مطرح میشه. خیلی خب، دنبال این سوال بودن. سوال 5. سوال 5.
دو تا مجموعه داریم، آ مساوی 3 و ام به علاوه 5، مجموعه بی هم از 2 ان منهای 7 و 1. گفته این دو تا مجموعه با هم برابرن، بگید ام و ان چقدره؟ بچه یه فکر بکنی، یه فرصت کوتاه بدم، آخرین سوالی که امروز حل میکنی. شرط برابری مجموعه چی بود؟ هر عضوی که تو مجموعه ام تو مجموعه آ تو مجموعه ب باشه و برعکس. بگردید ام و ان رو برام مشخص بکنی، منتظرم. کلاس تقریبا 2 دقیقه دیگه وقت کلاسمون مونده، من این سوال حل بکنم بعد کلاس رو به پایان میرسم. تونستی تشخیص بدید ام و ان چنده؟ ببینید تو مجموعه آ 2 عضو داره، یه عضوش 3، یه عضوش ام به علاوه 5، 2 عضویه. مجموعه بی هم همینطور، 2 ان منهای 7 و 1. ما گفتیم هر چی که تو آ باید تو بی هم باشه، خب 3 که نمیتونه 1 باشه، پس به اجبار 2 ان منهای 7 باید برابر با چند باشه؟ 3. این ور 1 داری، اون ورم باید 1 داشته باشی، 3 که نمیتونه 1 باشه، پس به اجبار ام به علاوه 5 باید برابر با 1 باشه. تبدیل شد به معادله. معادله هم داشتید سالهای گذشته. معلوم مجهول کنید، 2n رو می‌نویسم، منهای 7 رو می‌برم اون ور، میشه به علاوه 7. خب من این پاک کنم، تمیز بنویسم. این میشه 10 2n، n برابر با 10 تقسیم بر 2 میشه 5، پس n اون به دست. حالا بریم سراغ m. m علاوه 5 و مساوی چند قرار دادم؟ 1. معادله رو حل میکنم، 1 رو مینویسم، 5 میره اون و m برابر با منفی 4 میشه. درست شد بچه ها؟ خیلی خوبه. بچه هایی که تو چت نوشتن بسیار عالی، آفرین سارا خانم، خیلی خوبه. خب فکر کنم برای امروز کافی باشه. امیدوارم از کلاس امروز استفاده کرده باشی. بحث مجموعه ها بحث بسیار مفصلیه. ادامه در واقع ما حالا جلسات بعد بریم جلوتر، بیشتر با موضوعات مجموعه ها آشنا میشید. تو کتاب دهم هم هست، تو کتاب دهم ریاضی تجربی بحث مفصل ادامه بحث مجموعه هست. بنابراین تأکید من به شما اینه، سعی بکنید مطلب خوب یاد بگیرید، چون تو پایه دهم باش سر و کار داری. آرزوی موفقیت دارم براتون، انشالله که از کلاس امروز استفاده کرده باشید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.